افتتاح نخستین مسجد آتن که پس از چندین بار تعویق قرار بود انجام شود، باز هم به زمان دیگری موکول شد. به گزارش شیعه ویز، به نقل از یورو نیوز، پس از تعویق چند باره آغاز به کار تنها مسجد پایتخت یونان، در حالی که قرار بود 17 خرداد افتتاح شود، به وقت دیگری موکول شد. مقامات این کشور اعلام کردند احتمالاً این مسجد تا ماه سپتامبر شهریور ماه افتتاح خواهد شد. با اینکه در نقاط دیگر یونان مساجدی وجود دارد، اما آتن از زمان پایان سلطه عثمانی‌ها بر این کشور در سال 1833 میلادی فاقد یک مسجد رسمی بوده است. طرح ساخت مسجد در آتن از سال 1890 با تصویب قانونی در مجلس این کشور کلید خورد. از زمان شروع ساخت این مسجد مخالفت‌های زیادی به ویژه از سوی راستگرایان افراطی این کشور با آن اعلام شده و افتتاح آن تا کنون بارها به تعویق افتاده است. این مسجد که برخلاف اغلب مساجد دیگر دنیا مناره ندارد و اجازه نصب بلندگو برای پخش اذان در آن داده نشده، گنجایش 300 نمازگزار مرد و 50 نمازگزار زن را دارد. گفتنی است 200,000 مسلمان که بیشتر آنها اصالتاً از کشورهایی همچون پاکستان، سوریه، افغانستان و بنگلادش هستند، در آتن زندگی می‌کنند.